قیام مردم عراق و استمرار تظاهرات در بغداد و شهرهای مرکزی و جنوبی علیه دست نشاندگان ولایت فقیه و نخست وزیر معرفی شده توسط آنها. قیام کنندگان در بغداد و سایر شهرهای استانهای مرکزی و جنوبی عراق علیه معرفی محمد علاوی کاندید دست نشاندگان ولایت فقیه تظاهرات کردند و بر استمرار قیام تا سرنگونی حاکمان فاسد عراق تأکید کردند. الذي حصلت البارحة على طلابنا الأعزاء في بغداد والحلة وبعض المحافظات. ناصر محمد مرفوض من الشعب كله وما نريده وما حد يريده. نريد واحد الشعب يحطه ويقرره. شنو دولي؟ شنو مخوفين؟ احنا ما خوف من احد. احنا طالعين بدمنا ونطالب بدم الشهيد. وش تريدون سوا سوا؟ احنا طالعين مرفوض مرفوض. ولو الف سياسي والف حزبي ما يوقفنا. قیام کنندگان عراقی در استانهای نجف و زیقار به بستن پلها و جاده‌های اصلی و اعتصاب عمومی ادامه دادند. تظاهر کنندگان در شهر رفاعی در استان زیقار در همبستگی با قیام دست به اعتصابی دو روزه زدند. جوانان شورشی در میدان تحریر بغداد با خون خود پیمان بستند که تا آخرین نفس ایستادگی کنند. های شبابک یا وطن، های بصمت بدم و رفعت الرای، بصمت بدم و رفعت الرای، های شبابک یا وطن، های للموت باقين بالساحات، هذا دم تشوفونه، بصمت بدم و رفعت الرای، های شبابك يا وطن، هاي الساحات اللي متواجده في ساحه التحرير تبصم انه باقين بساحات التظاهر، وفعلا باقين، احنا الاحرار الان بحسب ما يريدون انسحاب أصحاب القبعات الزرقاء من المطعم التركي بعد أن حصل اشتباك ومشادة مع الطلبة المتظاهرين الذين دخلوا ساحة التحرير اليوم، وحصل هناك عدة إصابات في صفوف الطلاب. تلویزیون اسکای نیوز از بغداد گزارش داد روز سه‌شنبه 15 بهمن نیروهای مقتدا صدر که خود را کلاه آبی می‌نامند بعد از درگیری با دانشجویان تظاهرکننده که وارد میدان تحریر شدند از مطعم ترکی کوه احد عقب نشینی کردند. به نظر می‌رسد که امور به وضعیت سابق بازگشته و تظاهرکنندگان در میدان تحریر و مطعم ترکی حضوری مستمر داشته باشند. بحسب ما يريدون اصحاب القبعات الزرق من المطعم التركي وعادت الامور او يبدو ان الامور بدات تعود الى طبيعتها السابقه. انسحاب قبعات الزرق من المطعم. الشباب تلویزیون العربیه نیز گزارش داد تظاهرکنندگان که اغلب دانشجویان بودند شعار می‌دادند
مطعم را با زور بازپس گرفتیم. دانشجویان همچنین در میدان تحریر بغداد فریاد می‌زدند به کسی که از جانب شما فراخوان می‌دهد بگویید ما آزاده‌ایم و دم و دنبالچه نشدیم. شباب بهتون خواهد خواهد مطعم رجعنا روحوا لكم فدوى به گزارش از شرقی نیوز، سه‌شنبه تعدادی از چادرهای تحصن کنندگان در میدان تحریر بغداد به آتش کشیده شد. این اقدام توسط ایادی مقتدا صدر موسوم به کلاه آبی ها صورت گرفت و موجی از خشم مردم و قیام کنندگان را برانگیخت. اگوهم بلیل طبعا من عارف من الحق هنو قبل هنچان نزل بیان. سه‌شنبه شب قیام کنندگان عراقی در بغداد و سایر شهرهای استانهای مرکزی و جنوبی عراق علیه معرفی محمد علوی کاندید دست نشاندگان ولایت فقیه برای نخست وزیری عراق و همچنین محکومیت حمله وحوش بسیجی مقتدا صدر در میدانهای تحصن تظاهرات کردند.